با عرض سلام خدمت همه شما دوستان، امروز میخوام براتون مجموعه رو توضیح بدم. خب مجموعه، ما مجموعه اعداد طبیعی داریم، مجموعه اعداد حسابی داریم، مجموعه اعداد صحیح داریم و مجموعه اعداد گویا و مجموعه اعداد گنگ و مجموعه اعداد حقیقی داریم. خب مجموعه اعداد طبیعی رو با n نمایشش میدن. از یک شروع میشه، 1, 2, 3, 4, 5 الی آخر، پس میشه مجموع اعداد طبیعی. خب مجموع اعداد حسابی رو با دبلیو نمایشش میدم. از 0 شروع میشه، 0, 1, 2, 3, 4 الی آخر، پس میشه اعداد حسابی. مجموع اعداد صحیحی رو با زد نمایشش میدم، شامل منفی، 0 و مثبت هاست. -2, -1, 0, 1, 2 الی آخر. مجموع اعداد صحیح. مجموع اعداد گویا با کیو نمایشش میدن. میگیم آ به روی بیوم، به طوری آ و بی عضو مجموع اعداد صحیح باشن و بی مخالف صفر باشه، پس بهش میگم مجموع اعداد گویا. مجموع اعداد گنگ چی هستن؟ مجموع اعداد گنگ میگه مجموع اعدادی هستن که تکلیفشون مشخص نیست، مثل رادیکال 2، رادیکال 3، پی الی آخر، پس بهشون میگه مجموع اعداد گنگ. مجموع اعداد حقیقی با آر نمایشش میدم. خب نگونی کیو یعنی اعداد گویا، اجتماعش با کیو پریم که میشه اعداد گنگ، مجموع اعداد حقیقی رو به وجود میارن. حالا بچه ها یه نکته هست که به خاطر بسپاریم. میگیم n که اعداد طبیعی هستن، زیر مجموعه w که اعداد حسابی، w میتونه زیر مجموعه اعداد صحیح باشه و اعداد صحیح میتونه زیر مجموعه اعداد گویا باشه و اعداد گویا میتونه زیر مجموعه اعداد حقیقی باشه. پس چی شد؟ میگیم اعداد طبیعی میتونن زیر مجموع اعداد حسابی باشن و اعداد حسابی میتونن زیر مجموع اعداد صحیح باشن و اعداد صحیح میتونن زیر مجموع اعداد گویا باشن و اعداد گویا میتونن زیر مجموع اعداد حقیقی باشن. خب بچه اینو به خاطر بسپارین که هیچ موقع کیو که میشه اعداد گویا زیر مجموعه کیو پریم که اعداد گنگ هست نیست. و اما اجتماع، اشتراک و تفاضل. خب میگه اجتماع دو مجموعه A و B، میگه مجموعه که اعضایش متعلق به A یا B یا هر دو مجموعه A و B باشه رو به این صورت نمایش میده. میگیم A اجتماعش با B. خب یعنی چه؟ نکنیم بچه وقتی مثلا دوتا نمودار ون میکشیم، نمودار بین میکشیم، یکیش آ یکیش بی، وقتی اسمی از اجتماع میاد یعنی کل مجموعمون، کل مجموعمون رو هاشو میزنیم. خب فرمولش هم میشه این، میگیم x به طوری که x عضو آ درست، یا نکنیم وقتی اسمی از اجتماع میاد یا میاریم، وقتی اسمی از اشتراک بیاد و میاریم، یا x عضو b، پس میگیم x به طور که x عضو a یا x عضو b. حالا اشتراک دو مجموعه a b چجوری هست؟ میگیم مجموعه‌ای که هر عضو آن هم به a و هم به b تعلق داشته باشد رو میگیم a اشتراکش با B. چجوری هست؟ وجه وقت اسمی از اشتراک میاد یعنی وجه مشترک، وجه مشترکشون این قسمته.
می نویسیم x به طور که x عضو a و توجه کنید و چون اسم اشتراک اومده و میاره و x عضو b. حالا تفاضل دو مجموعه میگه تفاضل مثلا مجموعه a منهای b، میگه مجموعه عضو a به a تعلق داشته باشه ولی به b تعلق نداشته باشه، a منهای b. پس شد چی؟ مجموعه ای که عضو آن به آ تعلق داشته باشه ولی به به تعلق نداشته باشه. نمودارش هم اینجوریه. آیه منهای به. خب این قسمت هاشو میزنیم. چون گفتیم که مجموعه‌ای که عضو آن به آ تعلق داشته باشه ولی به ب تعلق نداشته باشه. حالا بریم یه سوال حل کنیم. میگه اگر آ عضواش باشن آ بی سی و بی باشه سی و دی، آنگاه مجموعه های آ اجتماعش با بی و آ اشتراکش با بی و آ منهای بی و بی منهای آ رو بیابید. ما میگه اولین کاری که میکنیم یه آ اجتماعش با بی رو حساب میکنه. خب اجتماع وقت اسمی از اجتماع میان یعنی کل مجموعه. کل مجموعمون چی میشه؟ میگیم آ، خب میشه آ بی سی. سی همینجا مشترک هست نمینویسیم چون نوشتیم و یه دی تنها مینویسیم. این میشه مجموعه آ اجتماعش با بی. آ اشتراکش با بی چی میشه؟ آ اشتراکاش نکنه اینجا دی هست میگیم خیر توی این مجموعه نیست، میگیم سی هست میگیم بله سی هست، پس سی اشتراک دوتایشون هست. آ منهای ب، آ منهای ب رو چجوری حل کنیم؟ گفتیم نکنه یه نکته هست در تفاضل، تو اولی هرچی مشترک بود مینویسیم، یعنی خط میزنیم، خط میزنیم و اولی رو مینویسیم. پس در تفاضل، یه بار دیگه میگم در تفاضل، تو اولی هر چی مشترک بود خط میزنیم و خود اولی رو باقی مانده اولی رو مینویسیم. مثل چجوری؟ میگیم آ میشه آ بی سی، آ بی سی منهای بی چنده؟ چه سی و دی. خب آمون گفتیم تو اول هر چی مشترک بود خط میزنیم، پس میگه اولی مشترکاش با دوم چیه؟ میگیم در سی هست، خطش میزنیم و باقی مانده رو مینویسیم. پس میشه چی؟ میشه آ و بی. جواب نهاییمون میشه آ و بی. بی منهای آ گفتیم تو اولی هر چی مشترک بود خط میزنیم، باقی مانده اولی رو مینویسیم. خب اولی مشترکاش چی میشه؟ میشه دیه تنها ناکنین چون سی خط میخوره، دوتای سی خط میخوره و دیه تنها باقی مونه. این هم از این سوال. و اما یه سوال دیگه نوشته اگر آ 12 ایکس عضو ان باشه و بی هم 18 ان عضو اعداد طبیعی باشه، آ اشتراکش با بی چند عضو داره؟ ما اول میگه اعداد طبیعی از چند شروع میشدن؟ اعداد طبیعی از یک. پس چون خودش گفته تا 12 بیشتر نباشه، تا 12 مینویسیم بعد تقسیمش میکنیم. پس آ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حالا گفته چیه؟ گفته تقسیمش کنیم. پس می نویسیم چیه؟ می نویسیم 12 تقسیم بر 1 که میشه 12، پس این میشه 12 تقسیم بر 2 که میشه 6، این هم میشه 12 تقسیم بر 3 که میشه 4، پس این هم میشه 12 بر روی 5 نمیشه، 12 بر روی 6 که میشه 2، این هم میشه 7 نمیشه، 8 هم نمیشه، 9 هم نمیشه، 10 هم نمیشه، 11 هم نمیشه، 12 بر روی 12 هم که برابر با 1 هست. پس مجموعه آ که میشه
یک، دو، سه، شش و دوازده. ببخشید انگاری چهار هم می شده، من جا انداختم. دوازده بر روی چهار هم که میشه سه و چهار. این میشه مجموعش. و بریم حالا عضو ب رو حساب کنیم. اینجا گفته 18 انوم، پس باید تا 18 بنویسیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سینزده، چارده، پونزده، شونزده، هفده، هجده. خب حالا تقسیمش میکنیم. بیم هجده بر روی یک که میشه هجده، پس این میشه دو. میگیم 18 بر روی 2 که میشه 9، پس اینم میشه 18 بر روی 3 که میشه 6، اینم میشه 18 بر روی 4 میشه، میگیم خیر، بر روی 5 میشه، میگیم خیر، بر روی 6 میگیم بله میشه که میشه 3، 18 بر روی 7 خیر، 8 خیر، 9 میشه که میشه 2، این میشه 18 بر روی 10 خیر، 11 نیست، 12 هم نیست، 13، 14، 15، 16، 17، اینا هم نیست، 18 بر روی 18 هم که برابر با 1 هست. مجموع B هم میشه 1، 2، 3، 6، 9 و 18. حالا گفته آ اشتراکش با بی رو میخواد و مشترکاش رو از ما میخواد. میگیم مشترکاش، میگیم یک و یک هست، دو و دو، سه هست میگیم بله، شش هست میگیم بله، دوازده خیلی، نو هم نیست، هجده هم نیست. پس میشه چه؟ میشه آ اشتراکش با بی میشه یک، دو، سه و شش. یک، دو، سه، چهار. پس میشه چهار عضو داره. گزینه جی. و اما یه سوال دیگه میگه اگر آ باشه دو، سه، شش، هفت و هشت و ب باشه دو، چهار، پنج و شش، این مجموعه چند عضو داره؟ خب ما میایم اولین داخل پرانتز رو حساب میکنیم، مینویسه آ اشتراکش با ب. آ اشتراکش با ب چند میشه؟ میگیم آ اشتراکاش کدوم هست؟ میگیم اشتراکاش دو هست، چهار خیلی نیست، پنج هست میگیم نه، شش هم هست، پس اشتراکش میشه این دوتا. آ منهای این مجموعه، پس آ میشه چند؟ پس آ منهای این مجموعه. آمون چند شد؟ آ رو بنویسیم اول. آ که میشه دو، سه، شش، هفت و هشت. منهای این مجموعه که حساب کردیم که شد دو، شش. گفتیم در تفاضل تو اولی هر چی مشترک بود خط میزنیم و باقی مانده اولی رو مینویسیم. پس دو اینجا مشترک هست، شش هم مشترک هست، جواب میشه چند؟ میشه سه و هفت و هشت. پس جواب این قسمت شده سه، هفت و هشت. حالا میگه آ اجتماعش با بی رو حساب کنیم. آ اجتماعش با بی، وقتی اسمی از اجتماع میاد یعنی کل مجموعه، یعنی دو، یکی از دو ها رو می نویسیم چون تو هر دو مجموعه تکرار شده، چهار، پنج، شش، هفت و هشت. حالا اینو به دست آوردیم، آ اجتماعش با بی رو به دست آوردیم، این قسمت هم به دست آوردیم. حالا منهای هم میکنیم، پس میگیم
دو و چهار و پنج و شش و هفت و هشت منهای این قسمت که به دست آوردیم شد سه هفت هشت. گفتیم تو اولی هر چی مشترک بود خط میزنیم و باقی مانده اولی رو مینویسیم. سه تو قسمت اولی هست میگیم خیر، هفت هست میگیم بله خط میزنیم، هشت هست میگیم بله خط میزنیم. باقی مانده اولی چند میشه؟ یه دو چار پنج شش و تمام. چند عضو داره؟ یک دو سه چهار. پس چهار عضو دارد، پس میشه گزینه جیم. و اما یه سوال که گفته اگر آ اجتماعش با بی بشه این مجموعه و آ اجتماعش با سی بشه این مجموعه، این مجموعه چند عضو داره؟ ما اول توجه میکنیم مینویسیم، بهمون گفته که عضو ان باشه، یعنی اعداد طبیعی. اعداد طبیعی از یک شروع میشه تا الی آخر. گفته که کوچکتر از 8 باشه. اگه توجه کنید اینجا یه علامت مساوی گذاشته، یعنی 8 هم عضوش باشه، یعنی از یک تا خود 8. بعد اینجا نگفته تا چه عددی ادامه پیدا کنه، به دلخواه تا هر عددی خواستیم ادامه میدیم. خب حالا برای شروع اعداد می نویسیم. اعداد از یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، پس گفته تا خود 8 باشه. گفته که به توان 2، یعنی عددا رو به توان 2 برسونیم، یعنی 1 به توان 2، 2 به توان 2، 3 به توان 2، 4 به توان 2، 5 به توان 2، 6 به توان 2، 7 به توان 2، 8 به توان 2 که میشه 1 4 9 16 25 35 36 49 و 64 میشه این. پس این میشه آ اجتماعش با ب. حالا آ اجتماعش با سی رو میخواییم حساب کنیم. آ اجتماعش با اجتماعش با سی گفته به توان 3 میرسونیم، پس ما به هر عدد دلخواه، پس 1 2 3 4 و 5، تا 5 بیشتر ادامه نمیدیم. 1 به توان 3، 2 به توان 3، 3 به توان 3، 4 به توان 3، 5 به توان 3. 1 به توان 3 میشه 1، 2 به توان 3 میشه 8، 3 به توان 3 27، 4 به توان 3 64، 5 به توان 3 125. پس این اعداد میشه آ اجتماعش با سی. پس ما کار این قسمت داریم و کار این قسمت داریم. طبق سوال گفته حالا ما این دوتا مجموعه رو به دست آوردیم. سوالمون گفته آ اجتماعش با بی اشتراکش با سی. وقتی اینجور به ما میگه ما نمیدونیم از کجا شروع کنیم. ما میایم این خود این عبارت رو ضرب در یه با بی میکنیم، یه با ضرب در سی میکنیم. خب میگیم آ اجتماعش ضرب در بی، آ اجتماعش ضرب در سه. بعد تکلیف این علامت چی میشه؟ این علامت رو میذاره میان دو تا از عبارت ها. پس متوجه شدین؟ ناکنین این عبارت رو، کل این عبارت رو ضرب در پرانتزه میکنیم، یعنی آ اجتماعش رو ضرب در بی میکنیم، یه با آ اجتماع رو ضرب در سی میکنیم. بعد این علامت رو چه کار میکنیم؟ علامت رو میذاریم میان دوتا عبارت ها و الان حساب میکنیم. میگیم آ اجتماعش با بی کدوم از عبارت ها شد؟ میگیم این عبارت شد. پس مینویسیم 1
چهار، نو، شونزده، بیست و پنج، سی و شیش، چهل و نو و شست و چهار. میشه این. اشتراکش با آ اجتماعش با سی می نویسیم. اجتماع شد یک، هشت، بیست و هفت، شست و چهار، صد و بیست و پنج. حالا با از ما اشتراک ها رو میخواد، یعنی وجه مشترک هامون. میگیم اینجا یک هست، چهار هست میگیم خیر، هشت هست میگیم خیر، بیست و هفت هست میگیم خیر، شست و چهار هست میگیم بله. پس میگیم تا همین قسمت مشترک هستن. پس چند تا عضو هست؟ میگیم دو تا عضو. میشه شست و چهار و یک که گزینه ب میشه. یه سوال نوشته کدام مجموعه قسمت هاشو خورده رو نشون میده؟ وقتی به ما نمودار ون میده، ما میتونیم از یه تکنیک استفاده کنیم، از تکنیک منطقه گذاری. میام چه کار میکنیم؟ شماره گذاری میکنیم. میگیم میشه منطقه یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. اول شماره گذاری میکنیم، بعد شروع میکنیم به حساب کردن. بهمون گفته آ اشتراک، پس اینجا کارش نداریم. میگیم اول این پرانتزه رو حساب میکنیم، میگیم به اشتراکش اجتماعش با سی. سی میشه چند؟ من مینویسم اینجا سی بی اجتماعش با سی. سی که میشه چند؟ این قسمت رو نگاه میکنیم، سی میشه چهار، پنج، شش و هفت. درسته؟ بعد بی اینجا چنده؟ بی اینجا نگاه میکنیم، دو، پنج، شش و سه. بهمون گفته به اجتماعش با سی، یعنی کل مجموعه از ما میخواد. پس میشه دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت. این قسمت میشه ما این سال. شش ها چون تکراری هست یکیشو مینویسیم. حالا گفته آ اشتراکش با این عدد. حالا مشترک های آ با این عبارت رو پیدا میکنه. آ میشه چند؟ آ رو اینجا مینویسم. آ میشه یک، دو، چهار، پنج. یک، دو، چهار، پنج. مشترکاش دو هست، سه نیست، چهار هست، پنج هست. پس میشه دو، چهار، پنج. پس جواب نهایی میشه دو، چهار، پنج. جواب نهایی میشه این برای قسمت الف. و اما قسمت ب، ب اشتراکش با سی. خب ب رو حساب میکنیم میشه دو، پنج، شش و سه. قسمت ب. خب ب میشه چند؟ سه، دو، پنج، شش. سه، دو، پنج، شش. خب سه میشه چند؟ سه هم که گفتیم چهار، پنج و شش و هفت. نگاه کنید، سی، چهار، پنج، شش، هفت. حالا گفتیم اشتراکاش، یعنی بچه مشترکاش. سه هست میگیم خیر، دو هست میگیم خیر، پنج هم هست. بچه مشترکاش پنج و شش هستن. پس این قسمت میشه پنج و شش. آ اجتماعش با این عددا. آ میشه چند؟ آمون شد یک، دو، چهار، پنج. پس میشه یک، دو، چهار، پنج. خب آ اجتماعش با این دوتا عدد میشه یک، دو، چهار، پنج،
6، چون اینجا 5 هم تکراری هست یکیشو می نویسیم. پس این برای قسمت B هست. خب و اما A اجتماعش با B برای قسمت G. آمون شد چند؟ حالا آ رو من میگم ببینید درست حد زده یا نه. آ میشه 1 2 4 5، 1 2 4 5. ازمون خواسته برم می‌نویسیم. بهمون چنده 2 3 5 6. حالا اینجا بهمون گفته آ اجتماعش با B رو حساب کنه که کل مجموعمون میشه. پس میشه چند؟ میشه 1 2 3 4 5 6. سی اشتراکش با این عدد، سی رو بنویسیم اینجا. سی میشه 4 5 6 و 7، 4 5 6 و 7. ازمون اشتراک ها رو خواسته، یعنی اشتراکش با این عدد. پس ما میگیم 1 هست میگیم 1 خیر، 2 هست میگیم خیر، 3 هست خیر، 4 هست اشتراکاش، 5 هست میگیم بله، 6 هم هست. پس 5 و 6 و 4 شد، پس 7 نیست. پس می نویسیم 4 5 6. این برای قسمت جیم. و اما قسمت دال، گفته آ اشتراکش با بی و قسمت دال. دال گفتیم آ میشه چی؟ آ میشه 1 2 4 5. آ میشه 1 2 4 5. و اما ب هم میشه 2 3 5 6. حالا بهمون گفته آ اشتراکش با ب، اشتراک ها میشه 2 4 نیست، 3 هم نیست و 5. پس میشه 2 و 5. حالا سی، سیمون شد چند؟ سیمون شد 4 5 6 و 7. گفته اجتماعشو به دست بیاریم، پس اجتماعش یعنی کل مجموعمون. پس سیمون خوش شده 4 5 6 و 7. نکنین سیمون این قسمت، نکنین رو دایره پیش میریم، کل دایره. تو دایره چه عددی هست؟ 4 5 6 و 7. می نویسیم، گفته اجتماعش با این عدد که دورم می نویسیم، چون 5 خواه اینجا تکراری هست، چون یکیش بیشتر لازم نیست تو مجموعه همون بنویسیم. پس اینم برای دال، پس این قسمت دال شد، اینم قسمت جیم شد، اینم ب و اینم علم. حالا بهمون گفته بود سوال چه؟ گفته بود کدام مجموعه قسمت هاشو خورده را نشان میدهد، یعنی این مجموعه رو بهمون گفته. خب سوال از ما قسمت 4 5 و 6 رو میخواد، یعنی این قسمت ها. پس 4 5 6. نگاه میکنیم به جواب سوالا، میگیم 2 4 5 این که نیست، اینم که نیست، چه 4 5 6. پس 4 5 6، پس میشه گزینه جیم. این فیلم برای صفحه نوید داریا گرفته شده.